پس شد این. آره اینو دوست داری دیگه. چترش هم اینجوری باشه، پونیش هم اینجوری باشه، پونیش هم اینجا اینجام باشه، پونیش هم تو اونجا بیرم توی پرو. خب درود بر همگی. امروز ما دوباره تو همومیم، میخواییم ماهی دختران رو کوتاه کنیم. دختران ماشون بلند شده دیگه، مدرسهشون هم دوشنبه شروع میشه. یه زن ماشون، یعنی یه زن کنار قشن کوتاه کوتاه میخواییم بکنیم که میرن مدرسه دیگه، صبح اسیر موم درست کردن و شونه کردن و اینا نباشن، از جایی که خیلی زرنگن و خوشگل بشه و خوشگل بشه. مدلی که آمی انتخاب کرده اینه، امیدوارم که بتونم حالا درش بیارم، ببین ببینم من میتونم در بیارم. یکی این ماشین رو از من بگیره، یعنی من با یه ماشین این چیزا ماشین های موزنی را افتادم تو خونه دنبال اعضای خانواده، خوشم منده هی دارم موهای بچه ها رو موهای این و اون رو اکتم هم. ها بذار من برم ایشتی بیارم بنازم دوره. تمام نظرت چیه؟ حالا اینجا رو شما داشته باشید که من تجهیزاتم هر روز آمی روبرو نگاه کن کامل تر میکنم. تجهیزات کلای خوشگل بود، کلای خوشگلیه. اینو گرفتم که مثلا مو کمتر بریزی زمین، چون خیلی سخته موهای ریز رو جمع کردن. یه دور اون قسمتی که نمیخوام رو اینطوری کوتاه میکنم یه دفعه که دیگه بعد خرد کردنش خیلی راحت تر باشه. این هم میشه. برش چی کار میکنی با موها؟ میفروشمش. حالا موهای آمیتیست خیلی نرم و نازکه، ولی اگر موهاتون رنگ شده یا خشکه یه ذره تو این اگر نرم کننده موی سر همون بریزی با آب قاطی کنی، یعنی مو نرم میشه تو قیچی و اینا راحت تر میاد. این الان مثلا اصلا فکر میکنم مدلش در اومده، ولی چند باید مرتب بشه هم دیگه. و این پشت رو من اینطوری از فرق سر قسمتی که برای پشت رو جدا میکنم. حالا این کاری که من میکنم فقط برای این که مثلا حالا یه گیر افتادیم میخواییم مو کوتاه کنیم یا مثلا من اعتماد نداریم به آرایشگرهای بیرون، به دردتون میخوره، ولی اگه میخوایی خیلی اصولی بزنیم این راهش نیستش. قطعا موی بچه ها، من موی بچه خودم رو زیاد کوتاه کردم، یه بارم فرستادمشون بیرون موهاشون رو کوتاه کردن، خیلی افتضاح زد، یعنی بلد نیستم حرفه‌ای این کارو، کلی مثلا اومدم خونه ازش تونستم ایراد بگیرم. حالا چرا این کار اینجوری میشه؟ به خاطر اینکه اینا میدن دست آسوبیلده ها، اینایی که میان یاد میگیرن، بعد اونا خب مثلا حرفه‌ای که نیستن، بعد برای همینم خیلی خوب نمیزنن مورو، برای همین من حالا خودم میزنم که اگرم خراب شد حتی خواهم دیگه خودم زده باشم. یعنی باز میدونم که چقدر کوتاه کنم، چه جوری بهشون میاد. سرتو یه ذره بگیر پایین اینجوری. آها، کاری که من میکنم اینه که ردیف زیری رو آخری رو به عنوان نمونه در نظر میگیرم، میکشم بالا، ردیف های روی رو هم اندازه اون خوب میکنم. اصولش اینه، حالا خیلی داره ممکنه حرفه یا خیلی روش خفن‌تری بلد باشم. دختره من موهاشون یه کمی حالت داره مثل خودم، موافره، ولی اینه یه ذره موهاشون حالت داره، برای کوتاه کردنش خیلی سخته، یعنی چون هی موج داره کوتاه کردنش خیلی سخته. اون تکون نخورم، اونا من دارم زاویه دار به سمت داخل، یعنی این وسط از این بغلا بالاتر قرار میگیره، دارم اینجوری میزنم، میشه اگه درسته. حالا این بغلا رو یه ذره میاریم به سمت داخل که شیب بیشتری داشته باشه، ولی این راهنمامون رو نگه میداریم که مو طبقه طبقه خورد بشه.
اعتماد به نفس میخوام که من دارم. ممکنه اصولی نزنم ولی خیلی خرابکاری نمی کنم معمولا. اصولش اینه که مو رو به 8 قسمت تقسیم کنی، 2 تا قسمت جلو و بقیه رو به 6 قسمت تقسیم بکنی. ولی کن میگم من خیلی اصولی که چه سر کنم، ولی هر کسی هم دینی هر من که آرایشگر نیستم، ولی آرایشگران معمولا متدای خودشون رو دارن برای کوتاه کردن مو. و اینکه الان دیگه مثل قدیم نیست که مثلا بگن که این مدل رو حتما باید اینجوری بزنی. قدیم ما مثلا به این مدل هایی که پردن بیل بود و من در آوردیم گفتن ژورنالی. قدیم ما منظورم وقتی که ما بچه بودیم مثلا میرفتیم آرایشگاه میگفت این مدل رو بزنی، مثلا من ژورنالی نمیزن، فقط مثلا 4-5 مدلی که خودش بلد بود و میزد. مامان منم از جایی که مدرک آرایشگریشون قدیما جواب بود همیشه موامون کوتاه میکرد، ولی من که دیگه یه ذره دیگه نوجوان شده بودم دیگه موامون کوتاه نکرد. نه تو خیلی ایران میگیری برو آرایشگاه. بعد من میرفتم آرایشگاه و بعد خب مدل رو دوست داشتیم، مدل های جدید رو بزنیم، میرفتیم مجله اینا نگاه میکردیم، از تو اونا پیدا میکردیم بهش میگفتیم این مدلی بزن. بعد معمولا حالا آرایشگر رو بلد نبودم، بعدا دیگه اینقدر خودش مثلا میگفتم کپ ژورنالی نمیدونم فلان. حالا این هم کاری که من دارم میکنم دقیقا کوب جورنالی، هیچ اصولی ندارم. این اوکی شد، ردیف بعدی رو میاریم قشنگ رو این میزنیم به خاطر اینکه دیگه رسیدیم به این تاجمو. صاف اومد این پای تا زیر چون من اومد. حالا برای چک کردن دو طرف رو میکشیم پایین ببینیم تا کجا میاد. چجوری تو زینه بود چی کارو کجا چجوری بکنیه چی؟ تو یه بار رو تبلت نگاه کردی برای تو زینه تمش بود کجا رو چی کار کنی؟ آره دیگه ماما آدم یادش میمونه. خب حالا یه ذره چکش میکنید که رد نیفتاده باشه. یه ذره موی آمتیست چیزه میگم چون یه حالت مجعد داره، یه ذره پایناش فر میخوره و خیلی سخت میشه پیدا کرد که کجاش ایراد داره. Thank you.
یه سوال ما معلم رو بفروشیم خب چجوری بقیه آدم ها میتونن معلم رو واسه مورد خودشون مون اینو میزنن به سرش یه چسبایی میزنن بعد که رشته رشته میشه بعد اکستنشن بهش میگن یعنی به موی سرشون اضافه میکنن. یه سوال این موهایی که فیک هستن بعضی از کسا میذارن رو سرشون از موهای واقعی درست شده؟ بعضی هاشون اشته بعضی هاشون هم نه. خب حالا با این قیچیه که قیچی پیتاژه با این یه ذره نوکا رو سعی میکنیم که روی مو رو نوکاش رو یه ذره پیتاش کنیم یعنی که موقع سشوار کشیدن حالا خوش بود. ببین این قد مو رو کوتاه نمیکنه فقط نوک مو رو یه حالت از اون صافی و یه دستی در میاره که خب خیلی هم میدونن پیتاش چیه دیگه حتی کسایی که آرایشگرم نیستن دیگه خودشون حتما قیچی ها رو دیدن تو آرایش کن. حالا ولی کلن گفتم که در جریان باشید. راحت ترین روش پونی زدن هم اینه که به این صورت یه پیچ بهش بدین. اینجوری. حالا امی میره موهاش میشوره بعد من قشنگ سشوار میکشم که مدلش معلوم باشه. مخوره میگیره با اون تو برای همین من توی فره که دوست دارم یه ذره حالت داره. آره منم دوست دارم ولی کم خب آمه یه ذره پشتت هم برگرد که ببینم اینم شد به ما جورنالیمون. اوکی یه نیازی به چکم نداره و که دختر ما دوست داشتی آمیتیز؟ آره اولش هی ترس داشتم یه مشکلی یا چیزی بشه و تو هی گفتی من حرفه ای اون نیستم هی بیشتر حس کردم میشم شد باید شدم بگیم که این موقع خراب بشه ها؟ آره نورمونم خاموش شد با چیه نورمون تموم شد چیزه ولی خوب آره. شد ها؟ آره دوست داری؟ Thank you.